با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه بخش دوم برنامه رو با هم پی میگیریم. امروز متاسفانه عرضم به حضور شما که چون نشد که مهمانی داشته باشیم در این ساعت و فکر کردم که اون بحثی رو که پیش از برنامه، یعنی برنامه خودم مطرح کردم، ناتمام مونده بود و دی زیادی زنگ زدن بعد از اون برنامه، فکر کردم که خوبه که این برنامه رو ادامه بدم، شاید شما درش مشارکت کنید، بتونیم بحثا رو با هم پیش ببریم. امروز هم ششم سپتامبر است، 15 ارزم به حضور شما که شهریور. اتفاقات عجیب و غریب فراوان است. از مهمترین اینها من فکر می کنم که یکی دو نکته است دوست دارم با شما راجبش حرف بزنم و بذارید ببینم که میتونم این کار رو اینجا انجام بدم. خیلی موضوع جالبی بود. بها همطوری که به عرض رسوندم، تلفن در اختیار شماست، هر لحظه میتونی زنگ بزنی وارد بحث بشوی. یه ویدیو بود که خیلی تکان دهنده بود و من دارم میخواد که این ویدیو رو اگه بشه برای شما نمایش بدم، با هم ببینیم این ویدیو رو. این ویدیو واقعا اوج شقاوت رو نشون میده به ما و جالبه. این ویدیو واقعا آدم رو میبره به یک دنیای دیگر و من فکر کنم اینجا میتونم این کار رو انجام بدم بدون اینکه دستی در اون کار رو داشته باشم. همین اینجا فکر کنم بهتره که اینجا این کار رو انجام بدم و مزاحم این دوستان هم نشه و بذاریم که تلفن باز بمانه. با همین ویدیو رو ببینیم تا ببینیم که اوج شقاوت و ظلم در این نظام تا به کجاست و ما رو به کدام سمت و سو راه نماست. ببینیم اینو، خیلی وحشتناکه. اگر من ازتون پیشا پیش از خواهی میکنم شهر و سبزه میزنه، شهر و سبزه راستی نام این وحشیگری چیست؟ اینو چه اسمی میشه بهش گذاشت؟ چی میشه راجبش گفت؟ و اینا کیان؟ چیان؟ چرا این کارا رو میکنن؟ اگر حکومتی تو اون مملکت بود که به قانون پایبند بود، هرگز کسی جرأت میکرد تو خیابون یه شتر رو بیاره خنجر بزنه تو گلوش؟ این همه بیقانونی، این همه فشار، این همه ظلم از کجاست؟ چرا؟
چرا جامعه ایران به اینجا کشیده شده؟ چرا مردم برای تماشا جمع میشن؟ برای دیدن زجر جمع میشن؟ برای کشتن؟ برای اعدام؟ برای سربریدن سبقت میگیرن؟ اگر دستگاهی وجود داشت، قانونی وجود داشت، آیا چنین اتفاقی میافتاد؟ بله بفرمایید. یه لحظه اجازه بدید من صدای شما رو درست بکنم. بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام قربان. من ریدم تو روحت. با کی هستی؟ با سعید خوکه. چرا فکر میکنی باید این کار رو بکنی؟ به خاطر که خیلی انی. این نظرته؟ نظر همه هست، نه نظر من. تو نماینده صنف انایی؟ نه تو انی. خجالت اخورت، خجالت نمیکشی واقعا؟ اخورت خجالت نمیکشی؟ شرم نمیکنی؟ واقعا خجالت نمیکشی؟ تو نظر احمد رو از کجا درآوردی؟ اینه گرفتارید. اینا گرفتاری ماست. هنوز بعد از 20 سال که تلفن در اختیارش گذاشتن روی برنامه زنگ بزنه، این بعد 20 سال هنوز اینه، اوجش اینه. چرا یه مردمی به اینجا کشیده میشن؟ من این رو در دستگاه حاکمه میبینم. حکومت است که مردم رو به این نقطه میرسونه. طرح مجازات فرق زاله خیز مجلس برای قانونی کردن تفتیش عقاید. خبر کوتاه است و شوکه کننده. معین خزائلی این رو تدوین کرده. مجلس ایران در نظر دارد طرحی را بررسی کند که در صورت تصویب به موجب آن تفتیش عقاید به معنی واقعی قانونی شده و عقاید افراد مبنای جرم انگاری و اعمال مجازات قرار خواهد گرفت. قانونی خطرناک، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه که با توجه به رویه فعلی دستگاه قضایی ایران بازداشت و محاکمه افراد به بهانه‌های واهی نشان از ابزارسازی جدید مجلس برای نظام قضایی ایران دارد. هدف از این طرح که به گفته محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با نام طرح مجازات فرقه زاله فعلا در این کمیسیون در حال بررسی است. مجازات اعضای این فرق به دلیل تأثیری است که در انحراف اشخاص از اعتقادات دینی و مذهبی و تشویق به گناه دارد. پورمختار که روز سه‌شنبه 12 شهریور در این مورد با سایت اعتماد آنلاین گفتگو کرده، بدون اشاره‌ای به فرقه یا فرق مورد نظر قانونگذار گفته، این طرح بر مبنای فرقه هایی نوشته شده که جایگاه فقهی شرعی و روایی ندارند، خودشان را منتسب به اسلام می دانند اما اعمال و رفتارشون باعث انحراف در دین است و در اکثر موارد در تضاد، مخالفت و
محاربه با احکام فقهی عمل میکنه. این نماینده مجلس ایران در این حال دلیل اصلی جرمنگاری اقدامات به گفته او فرق زاله را از هم پاشیدن بنیان خانواده در نتیجه این اقدامات دانسته و گفته بر این مبنا از نظر نمایندگان و طراحان این طرح جرم شناخته شده و مستحق مجازات و برخورد هستند. اعلام خبر بررسی طرح مجازات فرق زاله در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از سوی محمد علی پورمختار در حالی است که بیش از این و در اوایل مرداد ماه سال جاری محمد نوروزی سخنگوی این کمیسیون از تصویب کلیات طرح خبر داده بود که بر اساس آن دو ماده جدید به قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 اضافه خواهد شد. این دو ماده تحت عنوان مواد 499 و 500 مکرر به فصل اول باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی افزوده می شود. فصل مورد اشاره از قانون مجازات همان فصلی است که بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان صنفی، فعالان حقوق بشر، فعالان زنان با استناد به قوانینان محاکمه و بعضاً به زندانهای طویل المدت محکوم می شود. جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، فصلی که به شهادت آمار و شواهد از اصلی ترین و پرمصرف ترین بخشای قانون مجازات اسلامی برای سرکوب و مجازات بیدلیل افرادی است که از سوی دستگاه قضایی ایران یا نهادهای امنیتی مضر یا بهتر بگویم زاله تشخیص داده می شود. در این حال اگرچه هنوز روشن نیست که طرح اعلام شده اخیر از سوی محمد علی پورمختار همان طرحی باشد که کلیات آن در مرداد ماه به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شده، اما می توان آن را نشانه از تلاش دست کم بخشی از نمایندگان مجلس برای گسترده کردن توان قانونی نظام قضایی در محاکمه افراد دانست. محاکمه‌ای نه بر اساس فعل مجرمانه بلکه صرفاً به استناد عقاید شخصی. اینکه در ایران هیچ کس به خاطر عقاید زندانی و مجازات نمی شود ادعایی است که تاکنون بسیاری از مقامات حکومت جمهوری اسلامی به ویژه پسر بزدازه مرجوادشون که پست وزارت خارجه را اشغال کرده و همچنین رهبر جمهوری اسلامی بارها آن را تکرار کرده. در یکی از مشهورترین این ادعاها مرجوادشون پسر بزدازه در اردیبهشت ماه سال 94 در مصاحبه با شبکه بی بی اس آمریکا در اظهار نظری گفته بود ما در ایران هیچ کسی رو به خاطر عقیده زندانی نمی‌کنیم. این گفته ظریف همان زمان نیز با واکنش‌های فراوانی روبرو شد و بسیاری او را به دروغگویی و وارانه جلوه دادن حقیقت متهم کردند. با وجود این باید دانست ادعای مجواد اگرچه نشان دهنده واقعیت موجود نیست اما دروغ نیز نبوده و با توجه به مستندات قانونی و قوانین موضوع در ایران به نوعی حقیقت دارد، چرا که اساسا هیچ یک از قوانین کیفری در ایران قانون یعنی قانون مجازات اسلامی نه تنها صرف داشتن عقیده ای را مستوجب مجازات ندانسته بلکه تبلیغ آن عقاید نیز جرمنگاری نشده است. در واقع شاید بتوان گفت هیچ حکم دادگاهی تاکنون با استناد به قوانین فردی را به صرف داشتن یا تبلیغ عقیده مستحق مجازات ندانسته است. در این حال دستگیری، بازداشت، محکومیت‌های طولانی مدت، ممنوعیت از کار و تحصیل و اعمال دیگر تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های دینی و عقیده در ایران موضوعی است که به هیچ وجه قابل انکار یا کتمان نیست. از این رو سوال این است که دستگاه قضایی ایران اساساً با استناد به چه قانونی جریان‌های مختلف عقیدتی و فکری به ویژه اقلیت‌های دینی و عقیدتی را دستگیر و محاکمه می‌کند؟
جواب این سوال را باید ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، سپس در فصل اول قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده قانون مجازات اسلامی دانست، یعنی همان فصلی که حالا قرار است دو ماده دیگر 499 و 500 به آن اضافه شد. بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلفند در صورت عدم وجود مسئله در قوانین مدون با استناد به فقه شیعه، حکم مسئله مورد نظر را یافته و بر مبنای آن اقدام به صدور حکم کنند. یعنی چیزی که قرار بوده تکلیفش خدا روشن کنه در روز قیامت و در سر پل صراط، حالا یه آخوند شیپیشوی احمق عقب افتاده متعجل امروز این رو میکنه قانون. یعنی شما اگه نماز نخونی، اینو باید خدا تکلیفش رو روشن کنه، وظیفه شما بوده نسبت به خدا، ولی امروز میگه نه، این دیگه جرمه، دیگه جرم محرزه و تو باید حتما نسبت به این مجازات بشی. اینا اون گرفتاری های اصلی جامعه ماست. بنابراین من بازم به شما میگم که بذار بده اینو تموم کنیم و برمیگردیم. با استناد بذار اینو بازش کنیم. بر اساس اصل 67 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلفند در صورت عدم وجود مسئله در قوانین مدون با استناد به فقه شیعه، حکم مسئله منظر یافته و مبنای آن اقدام به صدور حکم کنند. این بدان معناست که دستگاه قضایی را میتواند صرفا به استناد به دستورات احکام فقهی شیعه عملی را جرم انگاشته، مانند تبلیغ یک جریان فکری خاص یا حتی صرف داشتن عقیده ای و برای آن مجازات تعیین کند. در این حال از آنجا که انجام این کار برای دستگاه قضایی را هزینه زاست و اعلام سریان سبب جاری شدن سیل انتقادات داخلی و خارجی علیه این قوه میشود، همچنین با توجه به ضرورت قانون بودن جرم و مجازات، یعنی ماده دوم قانون مجازات اسلامی، نظام قضایی ایران با همراهی نهادهای امنیتی و به ویژه با همکاری و همراهی فقهای شیعه تشخیص جریانهای فکری انحرافی یا فرقه ضاله را بر عهده نهادهای امنیتی و فقها گذاشتند. در این زمینه از آنجا که در هیچ یک از قوانین کیفری در ایران حتی اشاره‌ای به اصطلاح فرق ضاله نیز نشده است، پس از تشخیص ضاله بودن عقیده توسط فقها، دستگاه قضایی ایران با استناد به فصل اول قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده فرد یا افراد مورد نظر را به یکی از جرایم اشاره شده در این قانون که عمدتا مربوط به جرایم علیه امنیت ملی است متهم کنه. یعنی شما به جرم جاسوسی میگیرنه، به جرم این که میخوای امنیت مردم رو به خطر بندازی. در این میان ماده 279 قانون مجازات اسلامی در بحث محاربه و ماده 386 در بحث افساد فی الارض نیز از جمله موارد پر استناد نظام قضایی ایران در محکوم کردن دگراندیشان عقیدتی هستند، چرا که به ویژه در مورد افساد فی الارض تشخیص مصادیق آن به شدت به تفسیر فقها واگذار شده است و نه قوانین مدون. بررسی احکام صادر شده علیه دگراندیشان عقیدتی و دینی و همچنین جریان‌های فکری که از نظر دستگاه قضایی ایران انحرافی شناخته می‌شوند نشان می‌دهد در قریب اتفاق این احکام، استناد دادگاه‌ها به جرایم مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، همکاری با دول متخاصم، جاسوسی و توهین به مقدسات است. در همین زمینه به عنوان نمونه دستگاه قضایی ایران با تشخیص انحرافی بودن عقاید تبلیغی گروه عرفان حلقه، محمد علی طاهری بنیانگذار تعدادی از فعالین آن را با عناوین
اتهامی مانند اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات، داشتن روابط نامشروع و کسب مال نامشروع محاکمه و به زندان محکوم کرد. در این زمینه حتی یکی از نهادهای امنیتی ایران تلاش فراوانی برای محاکمه طاهری به اتهام محاربه کرد و فتواهای نیز از دست کم سه مرجع تقلید مبنی بر محارب بودن طاهری گرفت تا حکم اعدام او را قطعی و اجرایی کند. اما نهایتا دستگاه قضایی ایران اتهام محاربه را علیه طاهری وارد ندانست. نقش آموزه‌های فقهی و احکام اسلامی در رویکرد نهادهای حاکمیتی در ایران و اولویت آنها نسبت به قانون به حدی است که اخیراً سازمان محیط زیست ایران مدارس مجوزدار طبیعت را تعطیل کرد. نقش آموزه‌های فقهی و احکام اسلامی در رویکرد نهادهای حاکمیتی در ایران و اولویت آنها نسبت به قانون به حدی است که اخیراً این سازمان محیط زیست ایران مدارس مجوزدار طبیعت را تعطیل کرد. عیسی کلانتری از سازمان محیط زیست در این زمینه گفت که مراجع تقلید با ادامه کار این مدارس مخالف بوده و آموزش‌های آن را غیر دینی دانستند. اگرچه مشخص نیست تلاش کمیسیون حقوق قضایی مجلس برای تصویب این قانون جدید خاص دستگاه قضایی ایران است برای قانونی کردن و در حقیقت گستردن دامنه برخورد با آن چیزی که از نظر حاکمیت و فقه قالب شیعه انحرافی و زاله خوانده می شود، با تلاشی مستقل از سوی نمایند یا تلاشی مستقل از سوی نمایندگان است برای رفع نیاز دستگاه امنیتی. اما آنچه روشن است این است که در صورت تصویب نهایی این طرح و به ویژه دو ماده پیشنهادی، طیف بسیار وسیع از افعال و اقدامات می تواند در دایره شمول آن قرار گرفته و تعداد فراوانی از افراد با استناد به آن محاکمه شوند، چرا که اساساً ماده دوم پیشنهادی یعنی ماده 500 مکرر هر گونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی را که از نظر فقه شیعه مخل به شرع مقدس اسلام تشخیص داده شود جرم انگاری کرده. ضمن اینکه قانونگذار در این ماده تفاوتی میان تبلیغ و آموزش در فضای مجازی و فضای حقیقی قائل نشده و به علاوه اساساً مصداق تبلیغ و آموزش در ماده مورد نظر روشن نبوده و میتواند هر فعلی را در بر گیرد. مسئله دیگر این است که قانون پیشنهادی جدید نیز بدون هیچ گونه اشاره‌ای به مفهوم فرقه زاله یا انحرافی و تعیین دست کم یک مصداق بر آن، تشخیص آن را به دادگاه و سپس و پس از مشورت با کارشناس وزارت اطلاعات و مدیریت حوزه علمی قم واگذار کرده است. رویکردی که تا پیش از این از سوی نهادهای امنیتی با راضی کردن دفاتر مراجع تقلید شیعه در قم برای صدور احکام محاربه، افساد فلعرض یا زاله دانستن عقیده خاص وجود دارد. روشن است که قانون جدید با توجه به شمول گسترده این دو ماده و همچنین عدم وضوح آنها در تعیین مصادیق، به علاوه سپردن اختیار تشخیص به فقه شیعه در صورت تصویب به ابزاری برای تفتیش عقاید از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی ایران تبدیل می شود. به ویژه اینکه کلیت این دو ماده در عمومی انگاری تعاریف به حدی است که میتواند یک کانال تلگرامی چند ده نفره را مصداق تشکیل فرقه و انتشار مطالب در آن را مصداق تبلیغ و آموزش تشخیص دهد. بر این اساس بیراه نیست که این طرح را تلاشی برای ابزارسازی در راستای سرکوب بیشتر دانست، ابزاری که در نظام قضایی ایران به سان دادگاه‌های قرون وسطایی به راحتی تفکرات افراد را هم مبنای جرم‌انگاری قرار می‌دهد. اینم من فکر کردم که موضوع جالبیه که با شما نازنینان در میون بذارم. بسیار عالی. به حال میکروفون در اختیار شماست. وقتی اراده کردی میتونی زنگ بزنی
با هم راجع به این موضوعات حرف بزنیم، ببینیم که داستان کار ما به کدام سمت و سو می رود. یکی از موضوعاتی که باز دوباره راجبش میشه صحبت کرد این داستان این 14 نفر است که 14 تا آدم در ایران پیدا شدن، یه حرفی زدن، حرفشون هم درست بود، آقا منشأ همه این فسادها در شخص علی خامنه‌ای و علی خامنه‌ای بر اساس قانون اساسی مصدر امور است. پس بنابراین ما دو درخواست داریم، اخراج علی خامنه‌ای از این پست و سپس تغییر قانون اساسی. دو حرف اساسی و اصولیه. اما نگاه میکنیم اینی که این حرف اساسی و اصولی به جای اینکه برن دنبال این و این رو تشویق کنن، تبدیل شد به یه ابزاری، یا به قول سام قنچی تبدیل شد به هابی برای عده آدمی که هابیشونه بیان بشینن از این حرفا بزنن. 14 نفر رزاز، 14 نفر بزاز، 14 نفر آرتیست، 14 نفر اینطوری. شما گفتیم آقا چرا این 14 نفری که بود 15 16 17 18 همجور اضافه کن نفرات رو. گفتم و بعد مثلا به هر روز 20 روز دو هفته حالا شدیم 500 نفر. خب این یعنی طرح رو نتونستید پیش ببرید. اخیراً اومدن یه طرح دیگه آوردن، این دیگه اوج بلاهت است که 1000 رو به اضافه 14 نفر، 1000 نفر به اضافه 14 نفر. و حالا اینش مهم نیست، مهم اینه که در این دست ببریم، این رو تغییر بدیم به نفع خودمون. اونجاست که گرفتاری اصلی به وجود میاد. بفرمایید. یه لحظه گوشی داشته باش من این صدات رو درست کنم. بله بفهم. سلام عرضم به حضور جناب عالی که اگر همین 14 نفر ها اگر همینجور به همین ترتیب اضافه بشن، این 14 نفر ها تبدیل بشه خوب به 50 میلیون. یعنی خودش به نظر من میتونه شروعی باشه. حالا هرچند ممکنه خیلی هم برای تبلیغات و برای این مسئله ها هیچ اشکالی نداره، ولی اساس کار در اینه که این مسائل، این مواردی که شروع کردن خب درسته، این آقای خامنه‌ای ازش خواستن که بذاره بره برای اینکه ایشون به صلاح شخصیت خودش نشون داد، جنایتکار هست، دزد هست، ضد میهن هست، که دشمن که اعلام کردن هست، آخوند که هست و دیگه در جنایتکار بودنش هم شک نیست. من فکر کنم راهی هم که ایشون انتخاب کرده راه قذافیه. خلاصه مردم بایستی همون بلایی که توی لیبی سر قذافی آوردن سر این بیارن. این از اونایی هم نیست که خودش با صلوات و اینا بذاره بره، برای اینکه دستش به خون آلوده است. در حال امیدوار هستم که این همه مردم شرکت بکنن، یعنی این 14 نفر تبدیل بشه به میلیون ها نفر. آقای بهبهانی، در حال شرایط مملکت هم به نظر من آماده هست. ما دیگه تا کی بایستی بایستیم آخه که این کشور به طریقی آماده بشه برای رژیمش سرنگون بشه و دیگه دست به اون کار هم نزنیم. یعنی ایران هیچ موقع به این بدبختی، به این نکبت نرسیده بود. همه چی آماده است ولی ما نمیتونیم، برای اینکه نقطه ضعف در خود ما هست. ما اپوزیسیون نداریم دیگه، کشوری که دیگه همه دنیا دیگه مشخص شده براشون که این رژیم منفوری هست. توی خود ایران هم مردم فهمیدن، زحمات شما به نتیجه رسیده آقای بهبهانی، شما مردم آگاه کردید. خب اینا همش توی ایران متوجه شدن دیگه اینا کیا هستن دیگه. پس بنابراین ما الان مشکل اپوزیسیون داریم که اینها کاری نمی کنن، اینها اصلا حرکت نمی کنن، اصلا خوابن. انگار اینا بیشتر خوابشون برده تا مردم داخل ایران. نه نمیدونم با چی کار کرد. یعنی واقعا ما باسی اپوزیسیون وارد کنیم، شاید باسی از چین وارد کنیم یا جای دیگه بس وارد کنیم. نه بسیار ممنونم آقا، یه توضیح میدم. سپاسگزارم. متشکرم از سپاس از معلومات شما. عرضم به حضور شما که نه، لازم نیست که از جایی وارد کنیم، ما همین رو میتونیم ادامه بدیم. یعنی اولا اینکه اپوزیسیون نیست حرف غلطه، اپوزیسیون هست. شما اپوزیسیونی.
بله شما اپوزیسیونی، یعنی هست اپوزیسیون وجود داره. مشکل ما جای دیگه است، مشکل در اینه که اون مدعیان راه رو اشتباه میرن و همش در عوضی میزنن، در رو اشتباهی میگن، آدرس غلط میدن. ببین این داستانی که الان اومدن، من گفتم آقا هر جای دنیا در هر سخنرانی در هر مجلسی میگن خانم ها آقایان، مادام موسیو، لیدیز جنتلمن، دام هر، اینجور صدا میکنن. هیچ وقت نمیگن که بر اساس نمیدونم قدرت یارو، زور یارو اسمش اول بذارن. که اول بریم آقای ترامپ، آقای پوتین، رهبر چین، اینا کسانی هستن که خودشون علیه حقوق بشر قیام کردن. بعد از اینا درخواست کنی که شما بیاید در ایران رفراندوم کنید. اون 14 نفر کی از این حرفا زدن؟ کی گفتن بیاییم ما میخواییم در ایران رفراندوم کنید، آقایون بیاییم برای ما در ایران رفراندوم کنید. بعد مثلا اسم مرکل رو بذاریم آخر صف، مکرون رو بذاریم یکی مونده به ته، ولی ترامپ رو بذاریم اول، پوتین رو بذاریم دوم، چین رو بذاریم سوم. بعد اصلا دخل تصرف کنیم در خواسته یارو. 14 نفر کی گفتن؟ اونا 14 نفر هم گفتن آقا این داستان بر اساس این خبطی که خامنه‌ای به عنوان کسی که مصدر اموره، همه امور به دست او انجام میشه، این آدم باید از این کار کنار بره. و چون قانون اساسی این اختیارات رو به این آدم داده، پس اون قانون اساسی باید تغییر کنه. حرف صحیح و منطقی و درستی هم هست. بعد شما بیای اینو به نفع خودت، به اسم خودت عوضی کنی و بنویسی که ما 1000 نفر و 14 نفریم، ما از آقای ترامپ میخواییم که در ایران رفراندوم کنه. که اونو گفته همچی کاری بکنی؟ شما برو خودت یه کاری بکن برای خودت، هر کاری دلت میخواد. بعد حالا دوباره چرخیده که بله ما نفر 15 هم، حالا 1000 تا 15 نفر داریم، نفر 15 هم داریم. این شکلی که کار پیش نمیره که. بعد وقتی بهش میگه که آقا این روش غلطه، این اشتباه، این کار شما، میگه پس تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی، تو میخوای نظام جمهوری اسلامی باقی بمونه. یهو از کجا پرت میکنه به کجا؟ شما دیدید در سال 88 چگونه مردم در سراسر جهان، ایرانی و غیر ایرانی، اومدن به پا خواستن. چه اتفاق افتاد؟ چرا اونا حرکت کردن؟ چرا حرکتشون موفق نشد؟ کی خاموش کرد اون آپاچی رو آتیش؟ اول از داخله گفتش که آی خارجی ها شما دخالت نکنید، در حالی که اتفاقا باید خارجی دخالت کنه. یعنی من و تویی که در خارجیم، مقصود از خارجی نه مثلا موسیو یروان رو نمیگیم، نه مستر اسمیت رو راجب شرف نمیزنیم. خارجی یعنی کسانی مثل بنده و جنابالی. گفت شما دخالت نکنید، در حالی که ما که در فضای آزاد هستیم، امکان رفت و آمد داریم، حرکت داریم، میتونیم جابجا بشیم، ما باید دخالت کنیم. بگو نه 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 شما نیاد. یاد رفت اینا رو؟ بعدم اونایی که در داخل بودن یه جمع کردن رفتن خونه شون. شما اینا رو به گردن مردم نیندازید.
مردم هیچ گناهی ندارن، هیچ نقشی ندارن. مردم توده بی شکل، توده است، مسه، مس، توده است. توده که نمیتونه کاری انجام بده که. شما ببین مثلا یه گاو بزرگ عظیم و جثه رو نگاه کن، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، ده تا بیستاش رو نگاه کن. یه بچه 12 ساله یه چوب دستش، چوب میزنه و همه میرن این وری، چوب میزنه و همه میرن این وری. یعنی که اون عقلش بر اینا حکم میکنه. اینا جسته دارن، زور دارن، عقل ندارن. از زور اون در کندن زمین استفاده میکنه، در برداشت محصول از زور اون استفاده میکنه، اما عقلش دست اینه، در عقلش دست اون نیست. ما اون عقل رو گم کردیم. توده سر جاشه، مردم سر جاشن. بارها نشون دادن آمادن بیان تو خیابون. عقلی که این رو به حرکت در بیاره اون گم شده، دنبال اون باید بگردی. همون داستانی که اون ساعت پیش تعریف کردیم، یا من با آقای چیز خیلی هم برای مانوک احترام قائلم، به عنوان کسی که در مقابل نظام ایستاده علشان حرف میزنه. یه آدمی دورش جمع شدن، قابل احترامه، اما روش و منشش غلطه، تفکری که پشتش نهفته غلطه. اینکه آقای ترامپ میآید میبرد میزند اون غلطه، نمیآید نمیزند نمیبرد. ترامپ با حوثی ها رفته گفته بیایم حوثی، همون نماینده جمهوری اسلامی نیستن. مگه نگفتی حوثی ها از طرف ایران هدایت میشن، حمایت میشن؟ و مذاکره با حوثی یعنی مذاکره با یه بخشی از جمهوری اسلامی دیگه. یا مثلا فرض کن که حمله میکنه به دانش، آقا دانش گفته جمهوری اسلامی در اونجا نمیدونم موشک زده. خب زده، واقعیت داره. این که دلیل نیست که اون طرفدار نظام جمهوری اسلامی باشه که. شما اگه قلبت میلرزه فکر دیگه ای باره قلبت بکن، شربت کرامین بخور. حرف یارو رو که نمیتونی نقص کنی که، فوری بهش اتهام بزنیم که تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی. مشارکت، اول شرط مشارکته، دوم شرط استمراره. نه مشارکتی وجود داره، و چون مشارکت وجود نداره دیگه دنبال استمرار چی میگردی؟ تلفن بازه، مشارکت نمیکنه. اون که مشارکت کرد که دیدی جز حرف زشت و بی منطق چیز دیگه ای نداشت بگه. این نازنینه هم که زنگ زد دلش میسوزه، دلنگرانه، میگه چه باید بکنم تو این شرایط، چه تکلیفی بر من هست، چه کار باید بکنم، تکلیفم چیه، چجوری از این مخمصه نجات پیدا بکنم. این مطلب به این مهمی رو که وضعیت تو داره نشون میده، قوانین هولناک رو داره نشونت میده که خودت نمیری بخونی، که وقتی برات میخونی لازم نیست مگه آقا زنگ انشاست که انشا میخونی، خاک بر سرت کنن که شعورت در این حده. به جای اینکه بیدار شی، به جای اینکه بفهمی که چه بلایی، از کجا، چگونه،
اهریمن چیه که این سعید بهبهانی راجبش حرف میزنه؟ یعنی چرا بهش میگه اهریمن؟ به جای اینکه این پرسش رو مطرح بکنه، به جای اینکه فکر کنه که آقا دارن یه همچه قانونی اینا تو دوران قرن 14 و 15 این کار رو میکردن، قیام کنه علیش، می نویسیم اگه زنگ انشاست که تو انشا میخونی. نمیدونم دنبال چی میگرده. نه خودش حرکتی میکنه، نه اگر کسی کاری میکنه میاد بهش کمک کنه و همراهیش کنه. نشستیم و میگیم که آقا چرا مردم، پس چرا مردم میکن، مردم غیر من و تو مردم دیگری هم وجود داره، مردم کیان؟ مردم من و توییم دیگه، مردم یه موجود انتزاعی بیرونی که نیستش که، مردم یعنی من و تو، میشیم ما مردم. و وقتی بهش اینجوری میگی توهم ورش میداره، خیال میکنه این نماینده اون بقیه است. نه عزیز من، شما نماینده اون بقیه نیستی، شما یه احدی هستی از اون آحاد، یه واحدی از اون مجموعه. نگاه کنید ببینید که چه ذوق زده ای بود، چقدر خوشحال بود از اینکه ترامپ اومده. چطور اون یارو که به فوش داد حسابی آتیش گرفتی ولی خودت به همه توهین میکنی؟ من نمیدونم آتیش گرفتی تو از کجا دیدی؟ بهش گفتیم آقا دلیل تو بیار بگو، دلیلی نداشت، حرفی نداشت بزنه، چه آتیش گرفته؟ چی بهش گفتی؟ ولی به کسی که اینجور حرف میزنه، چرا قطع شدی پس؟ بفرم. موضوع به این اهمیت، به این مهمی که داره چه بلایی داره سر میاد، داره تو رو به جرم تفتیش عقاید میخواد بگیره زندانت کنه، همه رو چقدر زیبا توضیح داده بود. میدونم که نمیری بخونی، خب جامعه‌ای که تشویق شده، جامعه‌ای که دیدی جمع میشن دور همدیگه، تا اینکه یه شطور بدبخت رو بهش خنجر توش کمش کنن. سر با سفده میزنه، سر با سفده خواهد دست یا بیشوات نشگیره. همه اونیه که دنبالش میگردی.
زور آشوراست. چیه ماجرای آشورا؟ چی بوده؟ چی میگفته یارو؟ مثل همین الان ولی در طی تاریخ اصلا چی اسطوره ساخته برای مقاومت برای درستی کرده بوده، نپذیرفته اون اسلام رو، یه چیزی از خودش برای اینکه تفاوتش رو نشون بده، نمیپذیرم، شده رافضی به قول مشیری، شدیم رافضی. ولی اون قصه تاریخ همونی که یغمایی داره روایت میکنه اون یه چیزه، اونی که آخون میگه یه قصه دیگه است. از علی، حسن، حسین اینا یه اسطوره ساختن در جهت مقاومت، در جهت اینکه از زیر بار استیلای عرب بیای بیرون، مستقل بشی، اراده خودت رو حاکم کنی. خیلی هم عالیه، خیلی هم درجه یکی. واقعیت داستان کدام است؟ امام حسن چرا صلح کرد با معاویه؟ و پول بهش داد و بگی چقدر پول میخوای بگی برو. حسن هم هیچ کاره بوده، حسین هم هیچ کاره بوده. نمیشه که اون قبول کنه، این یکی بزنه زیرش بگه نه، یکیش باید غلط باشه، یا صلح حسن غلط بوده یا جنگ حسین. نمیشه هر دوش درست باشه، معنا نداره چنین چیزی. ولی خود اون ساختن اون اسطوره کار خوبی بوده. اگه بتونی ازش درست استفاده کنی. ولی ما تحویلش دادیم به آخون، رفتیم زیر این موضوع. از روی ما گذر کرد. نمیدونم آقای چیز عزیز من، نمیدونم این تشکیل شورای مدیریت گذار جمهوری اسلامی توسط انقلابین 57 و جنتی های پاپ و گروه اپوزیسیون، متهمانی که باید در دادگاه آینده به تامنها و شکایت ها از آنها رسیدگی شود، نمیدونم، داره یه تلاشی میکنه برای خودش. گفتم غلطه جامعه که هنوز میره از بنی صدر میگه بپرسیم بریم باهاش ائتلاف کنیم، بریم از بنی صدر بپرسیم که خوبه یا بده. خب میگه آقا این چه طرز تفکریه؟ چرا این همچه حرفی میزنی؟ این خودش باعث این داستان بوده. هنوز آخوندش یه باج به اراذل اوباش و خلافکارا میده تا جذبشون کنه، بهشون میگه اگه فقط چند روز در سال به من و مذهبم خدمت کنی تمام گناهاتون رو پاک میکنم، مشکلاتتون تو اون دنیا رو حل میکنم. همچنین مذهبی جذابیتی برای قش فریخته نداره، اما برای اراذل و خلافکارها ایدئال و رویاییست. نه بابا، آدم های تحصیل کرده شو تو همین اروپا، تو آمریکا، تو نیویورک، تو لس آنجلس، تو واشنگتن، تو لندن، پارسال دیدم تو لندن اربعین رو،
تو مالبرارچ جمعیت بود، همینجوری اتوبوس سیاه می اومد، بچه ها و جوان و پیر و مرد. و گفتم چه خبره؟ گفتم اربعینه دیگه، هر سال اینجا هم طوریه. گفتم ولی ما لندنی که ما دیده بودیم اینجوری نبود، گرچه که در سال 1972 ملکه اعلام کرد که اسلام دین رسمی است در انگلستان، ولی تا قبل از ظهور اهریمن همچی چیزی وجود نداشت، همچی اتفاقی نیفتاد. هم چیزی ما ندیدیم که تو لندن این کارا رو بکنن، دست سینه زنی را بندازن، شطور وسط خیابون سر ببرن. امروز این کارا رو میکنن. نه بابا، فقط طبقه بی سواد و لات و اوباش نی، تحصیل کرده فرنگ رفته این کارو میکنه. ببین چقدر دکتر مهندس میرن تو اون صفحه وای میستن نظری امام حسین بگیرن. اشکال جای دیگه است. رضا نوشته که امروز برنامه جالب شما آقای شاهین‌پر رو گوش میکردم و واقعا برنامه پرباری بود. من سال 1971 برای ادامه تحصیل اومدم پاریس. آن زمان پدر بزرگم زنده بود، به من گفت امیدوارم موفق باشی، یه اندرز میدم گوش کن و به کار ببر. من هم ایشان را خیلی دوست داشتم، به حرفایش از صمیم قلب گوش میدادم و عمل میکردم. آنطور که میگفت زمان مشروطیت 16-17 ساله بوده، به من میگفت مردم مشروطه میخواستن ولی نمیدانستن چیست. روسا انگلیسا یه ورقه میدادن دست یکی از رهبران مشروطه و آن میشد خواسته های مردم. حقیقت آن بود که نفع پیدا شده بود. آنها میخواستن قانونمندش کنند که فردا اگر هر اتفاقی براشون افتاد از راه قانونی که مجلس وضع کرده سرمایه آنها در امان باشه. البته این نظر ایشون بود. به من گفت حالا که داری به خارج میدی مبادا به گروه های مخالف وارد شوی، آنها همه میخواهند شاه شوند. الحق درست میگو، آنجا همه تیپ افراد و عقاید بود. به محض اینکه کوچکترین حرکتی برخلاف رژیم شاهنشاهی میشد همه میگفتن در اثر مبارزات گروه ماست و سران اون گروه با هم به دعوا و مرافع مشغول میشدن. دیدم پدر بزرگم چه خوب جریان را میدید. یکی ببین چند تا داستان برات بگم تو همین زمینه. یکی این که وقتی شما در هیچ کجای دنیا چنین چیزی رو نمیبینی که عرضم به حضور شما به شما بگن که به بچه دیدی اصلا یه آمریکایی به بچهش بگی که برو نمیدونم از این مملکت برو، برو آقا، برو در فرنگ، برو یه جای دیگه و اونجا اگه گدایی بکنی بهتر از اینه که اینجا صدر اعظم باشی. این جمله رو حتما شما هم شنیدی، حتما شما هم شنیدی هزار دفعه این جمله رو به انهای مختلف شنیدی. نمیشنوی تو آمریکا، تو فرانسه، تو آلمان یه پدر مادر آلمانی، فرانسوی، هلندی، سوئدی چه میدونم به بچهش بگه همه همکه برو، ولی تو مملکت ما کاسه قابلمه‌شو میفروشه، گاوشو میفروشه که بچهشو از این مملکت بفرسته بره به بیرون. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه اون میهن و میهن و میهن و میهن براش معنی پیدا نکرده، میهن رو نمیشناسه، نمیدونه میهن یعنی چی، غلط نی، نمیتونه دوستش داشته باشه.
شما اینو در فرنگی نمیبینی. به ما میگفت تا رفتی بیرون، رفتی اونجا فرنگ، نری سراغ ایرانی ها، دور شو ازشون، دور شو. چرا؟ ما باید بریم با همدیگه کلونی تشکیل بدیم. میگو نه نه، با ایرانی ارتباط برقرار نکن. امروز نمیتونه این حرف رو بزنه، برای اینکه اینقدر ایرانی در همه جای دنیا هست، شما بقالی بخوای بری، تاکسی سوار شی، لباس شویی بری، هر کاری بخوای بکنی، بالاخره یه ایرانی سرات برخورد میکنه. ولی اون روزگار که اینقدر ایرانی نبود، اینم بهت میگفت. همین نصیحت پدر بزرگ، نکنه وارد مسائل سیاسی بشی. چرا نشم؟ سیاست زندگی آدم ها رو تعیین میکنه. چرا من وارد علوم سیاسی نشم؟ چرا در امر سرنوشتم دخالت نکنم؟ فرهنگ غلط، فرهنگ اشتباه، فرهنگ ما رو به اینجا رسون. فرهنگ که درش رأی دادن معنی نداشت. یه بار سر جریان حزب رستاخیز زوری مردم آوردن رأی بدید. نظام اهریمن شیوه دیگه ای به کار بود. اهریمن از روش بهتری به کار بود. باید مر نخوره تو شناسنامه، بعد کوپن کره مربا بد نمیدن. بیچاره از ترس کوپن کره مربا دوید رفت. در حالی که دروغ بود، ربطی نداشت به هم دیگه. ولی اینجوری باور کرده بود، بهش القا کرده بود که حتما باید رأی بدی، که عکسشو بگیره، جمعیت رو نشون بده، خودشو معرفی کنه به این نظام مردمی، متکی به حضور پررنگ مردم در صحنه. در که مردم در صحنه دنبال کوپن روغنش بود، دنبال کوپن بنزین و سیگارش بود. ربطی به دخالت در امور نمان فلانش نداشت. همه چیز کج و ماوج بوده، همه چیز در غلط استوار بوده، امروز هم بر غلط استواره. یه امر به این مهمی رو که مطمئنم نمیره بخونه براش میخونی، میگه آقا من کلاس انشاست تو داری این نامه رو میخونی. نامه نمیخون، چیکار کنیم بعدا؟ این هم که راجب شرف نزنیم، راجب گذشتم که حرف نزن. چقدر راجب گذشته و تاریخ گذشتمون میگی؟ و چیکار کنیم راجب غیب حرف بزنی؟ یا افشاگری کنی؟ بعدم که میگی افشاگری هم که دیگه نکن، همه مردم که خودشون بهتر میدونن. پس رسانه چه نقشی رو باید بازی کنه؟ میشه شما توضیح بدید برای ما؟ به ما چه باید بکنیم؟ رسانه ها تو نگاه کن، ببین چه حال و روزی دارن. از صدای آمریکا که یه روزگاری مردم جمع می شدن دورش که میگه از سرایی سلفچگون زنگ بزنید، به به دختر متلایی ما مدونا برات می خونه. یاد میاد بچه های خوب سلفچگون؟ امروز نها کنم اون صدای آمریکا به کجا رسیده کارش. هیچ چی دیگه نداره، یه مهدی فلاحتی توش جا مونده فقط، اونم که باید بره با آمد نیوز حرف بزنه و باید بره نمیدونم سراغ بچه پر رو اینا با اونا گفته بکنه. بهترین برنامهش بی بی سی رو نگاه کن، هیچ که توش نمونده.
اون خانم قاضی زاده است چیه؟ اونه. همه صفحه دو اونه، صفحه یک اونه، خبر هشت اونه، خبر آخر اونه، خبر اول اونه. یه عنایت فانی داره، کیفکش فراغ نگهدار، یه محسود بهنود داره، کیفکش قدرت. براش فرق نمیکنه شاه یا شیخ، اصلا مردم براش مهم نیستن. اون یکی رو نگاه کن، اون یکی نگاه کن، همش همینطوره. درست میگی شما، همه چیز در هم و بر هم، اونجا داره میریزه، اونجا داره همه چیز داره فرو میریزه. گفتم بهت که ما به سمت تاریکی سیاهی داریم حرکت میکنیم. خیلی وقت این جمله رو میگم که ما به سمت تاریکی سیاهی با سرعت برق و باد در حال حرکتی. تا هم میخواد حرکتی صورت بگیرد، اگه 14 نفر در ایران جرأت میکنن خودشونو جانشونو به خطر میاندازن میان یه حرکتی رو بکنن، این و یه عده آدم پیدا میشن ماجرا رو لوس کنیم، یه دیگه پیدا میشن به نفع خودمون تسخیرش کنیم، اهداف خودمون رو بچپونیم توش، بریم از ترامپ بخوایم که بیاد برامون رفراندوم کنه در ایران. چرا باید ترامپ این کارو بکنه؟ چقدر دخیل بستید به ترامپ که ترامپ میاد؟ او از ریگان شروع شد، ریگان همه چیز رو درست میکنه، یه ایران کنترا توی زد بیرون، بوش اومد. حمله کرد به عراق، خوشا که این دیگه تمومه، پس کشید. کلینتون اومد، آقا کلینتون دیگه گفته تمومه، اصلا دیگه را نمیدم فلان و اما مجاهدین بر تو لیست تروریست، اصلاح طلبا رو برنشون صدر مجلس. جورج بوش اومد، تمومه، حمله کرده ایران پشت سرش. نه این دفته اینجوری اونجوری، بعد اینجوری اونجوری، گزنبول اینطوری. اوباما اومد، آه این دیگه قول داده که حل و فصل میکنه. ما یادمون میره چون رسانه نداریم، اون رسانه وجود نداره، یادمون میره. اوباما اومد و رفت، یه سه پول بهشون داد، اون به خواستش رسید، همه این رئیس جمهورا به خواسته هاشون رسیدن. ریگان ماجرای ایران کنترا در اونجا مسئله نیکاراگوا رو حل کرد، مسئله قاچاقچی ها در آمریکای جنوبی رو حل فصل کرد، اورتگا رو گرفتن، نمیدونم اون یکی نوریگا رو گرفتن، موفق برای مملکت خودش. کلینتون موفق، یوگسلاو داغون کرد، نابود کرد، فلان کرد به نفع مملکت خودش. شوروی رو به زمین زدن به نفع مملکت خودش. جورج بوش حمله کرد به عراق،
هالیبرتون رفت عراق رو برای خودش گرفت و نفتش رو تصاحب کرد و همه چیز رو تصاحب کرد. عراق به این فلاکت افتاده که داریم میبینیم. ای بگیم عراق به فلاکت افتاده، آمریکا این کارو کرده، نه ما طرفدار جمهوری اسلامی میشیم؟ بیچاره مصطفی دانش. همه به نفع مملکت خودشون حرکت کردن الا ما مردم که همش در انتظار غیریم، یه غیری بیاد برای ما یه کاری بکنه، یه غیری بیاد ما رو نجات بده، یه امام زمانی می آید، آن مرد می آید. اومد با اسب می آید، آن مرد که مثل هیچ کس نیست می آید. توهم، رویا، خیال، از ماجرای محرمش بگیر همینجوری استپ به استپ، قدم به قدم، ببین به چه فضاحتی کشیده شدی. رضا شاه نه فرنگ رفته بود، نه مثل پسرش به سوئیس رفته بود، هیچ این کارها رو نکرده بود که، ولی آخوند رو میشناخت، بهش گفت چی کاره ای؟ گفت شغل چیه؟ گفت آخونه. گفت آخوندی که شغل نیست، مرد که به در سوخته، برو معلم شو، اقلا این سوادی به چهار نفر یاد بده، اینو میگن کار. پسرش این درایت رو نداشت، فرنگ هم رفته بود، بزرگترین سیاستمدار فلان بود، ولی درایت نداشت. هر کی بهش هر چی گفت نمیفهمه، این خره، نه شعور نداره. بذار اینو برات بخونم، حیفم میاد اینو نخونم، اینو میخونم و از حضورت مرخص میشم. پرش بزرگ با پای لنگکاری از آقای داریوش آشوری. میگه در سالهای نخست دهه 50 و بعد از جنگ عراق و اسرائیل قیمت نفت ناگهان جهش کرد و از بشکه 1 دلار به 4 دلار و سپس تا 12 دلار هم رسید. در آن دوره که دولت‌های عربی مدتی از فروش نفت خودداری کردن، ایران در این تحریم شرکت نکرد و همچنان نفت میفروخت و این زمینه ای شد برای برآورده شدن خواسته های شاه ایران برای بالا بردن بهای نفت خاورمیانه و اوپک. شاه از دوران جوانی ایده را در سر داشت که با بالا بردن درآمد نفت میتوان ایران را صنعتی و مدرنیزه کرد و این ایده ای بود که دیگران از جمله دکتر مصدق و یارانش هم به آن توجه نداشتند. مصدق و مصدقی ها تنها در پی استقلال سیاسی کشور و بیرون آوردن کشور از زیر نفوذ بریتانیا بودند. سرانجام شاه که در دهه 40 در اوپک نفوذ زیادی پیدا کرده بود، قهرمان داستان بالا بردن بهای نفت شد تا به جایی که کشورهای صنعتی غرب را ناراحت و نگران کرد، زیرا بالا رفتن قیمت نفت بهای تمام شده کالای صنعتیشان را بسیار بالا می برد. در همین دوره، یعنی نیمه اول دهه 50، با جهش درآمد نفت، شاه دستور داد اعتبارات برنامه پنجم را دو برابر کنند. سازمان برنامه و بودجه که در دو دهه پیشتر، یعنی
سال 27 تأسیس شده بود برای اجرای پروژه‌های توسعه بر درآمد نفت تکیه داشت و برنامه چهارون را با بودجه محدود اما با مدیریت درست به خوبی پیش برد. اما در نیمه برنامه پنجم ناگهان اعتبارات برنامه توسعه همچنین بودجه تمام دستگاه‌های دولتی جهشی افزایش یافت. به ویژه بودجه ارتش که شاه با بالا بردن قدرت آن که به بالا بردن قدرت آن توجهی خاص داشت. هویدا نخست وزیر وقت عکسی معروف دارد که در آن در سال 53 کیف خود را که بودجه تازه دولت در آن است برای خبرنگاران بالا گرفته و به مجلس می رود تا بودجه جدید را با تیتر باز هم بیشتر به تصویب برساند. و این پیش آمد در جریان برنامه های توسعه در ایران چرخشگاه تازه و بزرگی بود. و اما کسی در میان کارشناسان درجه یک دولت از بابت این تصمیم شاهانه دلخوش نبود. هیچ کس دلخوش نبود. هیچ کارشناسی دلخوش نبود. و البته آقای آشوری معتقده که یک کسی در میان کارشناسان درجه یک دولت از بابت تصمیم شاهانه دلخوش نبود و او الکساندر مجلومیان بود، جوانی از ارامنه ایرانی که با گسترش تشکیلات مدیریت‌های سازمان برنامه در همون سالها با حمایت آقای صفی اصفیا رئیس سازمان برنامه از ریاست دفتر برنامه ریزی به معاونت سازمان در بخش برنامه ریزی رسیده بود. او سالها رئیس من هم بود و در واقع مرا هم زیر پر و بال خود داشت و کاری به کار من نداشت تا من در همان اداره به کارهای شخصی، فکری و قلمی خود برسم. من و دوستان دیگر این رئیس مهربان و دوست خودمان را الکس صدا می کردیم. الکس مردی بود باهوش، شریف، مهربان و اقتصاددانی برجسته، همچنین خوشقد و بالا. خلاصه همه حسنای ظاهر و باطن رو با هم داشت. شاید او تنها کسی بود در دستگاه مدیریت کشور که با تحلیل درست از پیامدهای تصمیم شاهانه برای یک شبه دو برابر کردن بودجه دولت سخت نگران شده. در سالهای نیمه دهه 50 دو سه سالی پیش از انقلاب بارها در گفتگوهای دو نفره ایمان او را سخت نگران آینده کشور می دیدم. او در مقام معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه در شورای عالی اقتصاد نسبت به افزایش ناگهانی اعتبارات و سرریز بی حساب پول به اقتصاد کشور هشدار داده و پیشبینی شگفت‌انگیزی کرده و گفته بود این پولها پا در میارن، به خیابون میان و انقلاب میکنن. موردش این بود که جهش یکباره اعتبارات و پاشیدن پول در جامعه با بالا بردن انفجاری چشم داشتای مردم و ایجاد فساد اداری و اجتماعی همه چیز را در خطر میاندازن. این را جامعه شناسانی که درباره مکانیسم انقلاب ها مطالعه کردن هم گفتن که انقلاب ها وقتی رخ می دهن که مردم انتظار دارن زندگیشان بهتر شود. وقتی ببینن بهتر نمی شود و می بازن انقلاب نمی کنن. به گمان من هم در جوار علتهای سیاسی و اجتماعی فرنگی که در تحلیل ماجرای انقلاب ایران باید در نظر گرفت، یکی از علتهای اصلی هم همین سیاستی بود که رشد اقتصادی ایران را سخت به پترودلار گره زده بود. شاه تصورش این بود که با امکان مالی می شود توسعه اقتصادی را خرید و از جنبه های دیگر مسئله غافل بود. شاه وقتی نتوانست از آلمان یا آمریکا کارخانه ذوب‌آهن بخرد، به سراغ روس‌ها رفت و چند سال بعد با بالا رفتن شگرف درآمد نفت برای ابراز وجود در برابر اروپایی‌ها و گرفتن انتقام از آن ناکامی 25% از سهام کارخانه کروپ آلمان را خرید.
این کارخانه نماد صنعت فولاد آلمان در جهان بود و روزگاری در جهان صنعتی همتا نداشت. شاه می‌خواست عقده تاریخی نبود صنعت فولاد در ایران را با خرید این صنعت از شوروی و دهنکجی به آلمانی‌ها با این خرید تسکین دهد. و اما در ژوئیه 1974، همان زمان که شاه بخشی از سهام کارخانه کروپ آلمان را خریده بود، بر روی جلد شماره از مجله آلمانی اشپیگل عکسی از او با عینک دودی بر چشم چاپ شده بود با نقشی از دودکشای کارخانه کروپ افتاده بر شیشه های عینک. تیتر پشت جلد همین بود: ایرانیان نه. The Presse Kummer. این تیتر پرکنایه را از سرآغاز نمایشنامه ایرانیان به قلم آسخلوس، همان اشیل به زبان فرانسه، درباره حمله خشایارشا به یونان وام گرفته بود و این کم و بیش همان زمانی بود که شاه شروع کرده بود به انتقاد از غربی ها و پروراندن رویای تمدن بزرگ برای ایران و برگزاری جشن‌های کذایی 2500 سالگی امپراتوری ایران. یاد باشه تیتر مقاله بود پرش با پای لنگ. یک مرد لهستانی که به عنوان مأمور از طرف سازمان ملل مدتی در سازمان برنامه در بخش ما، یعنی بخش نیروی انسانی بود، هر هفته مجله اشپیگل را می خرید و با خود به اداره می آورد. من هم که در آن روزگار به هوای ترجمه آثار نیچه در انستیتوی گوته تهران زبان آلمانی می‌خواندم، مجله را از او می‌گرفتم و تکه‌هایی از آن را می‌خواندم. در همان شماره که از ایرانیان می‌آیند، در حقیقت با نیش و کنایه و تمسخر یاد شده بود، مقاله‌ای هم درباره برنامه توسعه اقتصادی در ایران بود که بسیار برایم جالب بود. عنوانش بود پرش بزرگ با پای لنگ. در این مقاله به دلیل نبود زیربناهای لازم برای توسعه صنعتی و آشفتگی دستگاه اداری کشور و دیگر عوامل، روند توسعه و صنعتی شدن ایران را ناکام ارزیابی کرده بود. در سرمقاله مجله هم سردبیر با طعنه و کنایه به سخن شاه اشاره می‌کرد که در مصاحبه با اشپیگل گفته بود قصد ما از خرید سهام کروپ فقط شراکت با شماست، نه انتقام جویی. به گمانم طعنه وی به عقده های جهان سومی شاه اشاره داشت که میخواست با پاشیدن پول نفت با طرحی شتابناک در طول 10-15 سال از یک کشور جهان سومی بنا به تبلیغات آن زمان پنجمین قدرت صنعتی و نظامی جهان را بسازند. به نظر من برای فهم علت شکست پروژه شاه برای ساختن ایران نوین میباید به این نکته روشن توجه کرد که نمونه های فراوان دارد و آن این که در همه کشورهای نفتی توسعه نیافته، از ونزوئلا و مکزیک در قاره اروپا بگیرید تا لیبی و الجزایر و نیجریه در قاره آفریقا و عربستان، اسرائیل و اندونزی در قاره آسیا، یک کشور نداریم که با درآمد نفت به معنای واقعی کلمه صنعتی و مدرن شده باشد، آنچنان که ژاپن و کره جنوبی و چین صنعتی شده، یا حتی هند که دارد صنعتی می شود، چون اساس کار رشد اقتصادی و توسعه صنعتی بر بسیج نیروی کار، دانش آموزی و انضباط بخشیدن به آن است. ژاپن اولین تجربه بزرگ صنعتی کردن یک کشور و نهادن بنیاد دولت ملت مدرن در قاره آسیا با دست خالی بدون داشتن منابع طبیعی کارساز برای صنعت از همین راه رفت. کاری که چین در این 40 سال کرد هم همین بود. جنرال های فرمان روا بر کره و تایوان و سیاست مداری که سنگاپور به آن کوچکی را به این
اقتصادی شگفتسان از راه بسیج سراسری نیروی کار و انضباط بخشیدن به آن و ایجاد نهادهای آموزشی سختگیر و زیربناهای ضروری برای اقتصاد مدرن به این هدف ها رسیدن. مدرنیته بسیج سراسری است. این عبارتی است از ارنست یونگر، فیلسوف آلمانی که با مارتین هایدگر هم درباره‌اش حرف می‌زنه. بسیج سراسری به این معناست که همه باید بیایند در خدمت ساختار سیاسی دولت مدرن و اقتصاد سنتی مدرن و آموزش ببینند و سازمان یابند و رده‌بندی شوند. این استخوان‌بندی جامعه مدرن است. اونجا هم نگید انشاء میخونی. لزومی ندارد که مردم با رضایت و یکدلی با دولت پروژه ها را به انجام برسانند، اما لازم است با زور هم که شده در خدمت این سیستم باشند. تمامی تجربه برپا کردن اقتصاد و جامعه سنتی در اتحاد جماهیر شوروی و چین بر اساس همین بسیج سراسری به زور و از جمله با اردوگاه کار اجباری بود. 40 سال پیش اگر به آمریکا می رفتید می دیدید که در کنار فروشگاه ها کالایی از نوع پوشاک مارک کره یا چینی دارند و رفته رفته به کالاهای دیگر به ویژه کالاهای الکترونیک رسیدند. چین توان و امکاناتی با بسیج نیروی کار با انضباط و مدیریت با اراده و درست و نیز نهادهای کم و بیش سالم و درست اداری و سنتی با روحی ملی ممکن است. چنین توان و امکاناتی، یعنی رسیدن به این نقطه‌ای که چین رسید، کره جنوبی رسید، سنگاپور رسید، نمو مسلمون دیگه، این متاسفم واقعا وقتی میخواست مثال بزنه میگفت ترکیه، میگفتم آقا سنگاپور رو مثال بزن، چرا میگی ترکیه؟ ترکیه که وضع خوبی نخواهد داشت. نمیخواد ببینه. چنین توان و امکاناتی با بسیج نیروی کار با انضباط و مدیریت با اراده و درست و نیز نهادهای کم و بیش سالم و درست اداری و سنتی با روحیه ملی ممکن است. روحیه ملی یعنی وطن، میهن. باری رسیدن به پای کشور سنتی بزرگ حسرت همه مردمانی است که دوران انقلاب سنتی را نگذراندند. حتی کشورهای اروپای شرقی چون انقلاب سنتی ابتدا در چند کشور رخ داد، نخست در انگلستان و فرانسه و آلمان، سپس دامنش به کشورهای اسکاندیناوی و کم و بیش به اروپای شرقی کشید. در روسیه هم پتر کبیر اراده کرده بود که روسیه را مدرنیزه کند. به کارخانه کشتی‌سازی در هلند رفت، آستین‌هایش را بالا زد تا کشتی‌سازی را یاد بگیرد. البته در این تجربه نیروی کار در زیر فشار دولت و نظام سنتی ناگزیر باید بار کار سخت و انضباط سخت را بکشد. اما برای مثال ونزوئلا را ببینید که با درآمد نفتی بالا و جمعیت کم، با پوپولیزم هوگو چاوز و جانشینش به چه رسوایی و فروپاشیدگی افتاده. چون درآمد نفت با مناسبات رانتی در جامعه‌ای که با منطق جامعه سنتی آشنا نشده و خو نگرفته است توسعه نمی آورد، بلکه فساد، دزدی و غارت می زاید. حاصل تصوری که همتای ایرانی چاوز یعنی احمدی نژاد پوپولیست هم داشت همین بود. او می خواست به تعبیر خودش با آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، مردم تهی‌دست را راضی کند. اما در این سیاست گداپروری که بنیان کار اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی و در کل آخوندهاست، هیچ فهمی از جامعه مدرن و سیاست‌های توسعه صنعتی وجود نداره. اما برمیگرده به موضوع و راجب تجربه ایران میگه. در تجربه ایران اما شاه گمان میکرد با داشتن پول نفت، در چنگ داشتن تمامی قدرت
و با صدور فرمان همه چیز همان می شود که او می خواهد. چنانکه جوزف استالین هم درباره اداره امپراتوری خود همین طرز تفکر را داشت. علی خامنه‌ای هم درباره آینه کشورداری همینطور فکر میکنه و حاصل کار این هر سه مثال برپا کردن جامعه آرمانی در پیش چشم ماست. البته باید توجه داشت که مشکل سیاست توسعه شاه پول پاشیدن نبود و بس. مشکل‌های دیگر هم بود در دوران توسعه در ایران به رهبری شاه. البته نهادهای استوار اقتصادی مدرن هم پایگذاری شد، از بانک اعتبارات صنعتی گرفته تا واحدهای بزرگ صنعتی مثل ارج و آزمایش و کفش ملی و گروه بشر و اینها که همگی از پدیده‌های مهم آن دوران. اما مشکل این بود که شاه نمی‌توانست مدیریت آنها را از قدرت خود مستقل ببیند. می‌خواست که همگی تحت فرمانش باشند. مثلا ناگهان دستور می‌داد مزد کارگران باید فلان قد باشد یا عیدی کارگران باید به فلان صورت پرداخت شود. کارگران هم ناگهان بر می‌خواستند و اجرای فرمان اعلیحضرت را از کارفرما مطالبه می‌کرد. اینا رو آقای دکتر ودیعی به دفعات تو برنامه‌هاش برای ما توضیح داد. همون قصه‌ای که میگفت سه تا کتاب داشتن، یک کتاب برای خودشون بود که شرکای کارخانه‌ها وقتی صحبت از تقسیم سود کارخانه میان کارگران بود، یه گفت طرح بسیار درجه یکی بود اما همیشه راجبه اجرا که میرسیم مشکل داشت. دکتر ودیعی میگفت سه تا دفتر داشتن، یه دفتر برای خودشون بود که واقعا حساب کتابای واقعی شرکت توی ثبت میکردن، یه دفتر داشتن که به اداره مالیات نشون میدادن که مالیات ندن، یه دفتر داشتن که به کارگران نشون بدن که سود میانشون تقسیم کنن. و ودیعی میگه که کارخونه هایی بود که ضرر میکرد اما مطابق عوامل ملوکانه و سود بین کارگرها تقسیم میکرد. اراده ملوکانه، همین کاری که امروز داره تو مملکت ما اتفاق میفته. بله، میگه اما مشکل این بود که شاه نمیتوانست مدیریت آنها را از قدرت خود مستقل ببیند. میخواست که همگی تحت فرمانش باشد. مثلا ناگهان دستور میداد مزد کارگران باید فلان قدر باشد یا عیدی کارگران باید به فلان صورت پرداخت شد. کارگران هم ناگهان بر میخواستند و اجرای فرمان اعلیحضرت را از کارفرما مطالبه میکردند. با آستاب این حرفا در بازار فشار تورمی بزرگی ایجاد میکرد. نتیجه این شد که صاحبان تجربه های بزرگی مثل برادران لاجوری در گروه بشر و دیگران کارخانه هاشان را به بانک ها بسپارند، پول ها را به خارج از کشور ببرند. سرمایه امنیت و حقوقی سیاسی میطلبد که با اوامر شبان روزی شاهانه سازگار بود. کسانی که گمان میکنند کشور در آن دوران چارنق به سوی توسعه میتاق اما دخالت دیگران یا نادانی روشنفکران نگذاشت به هدف برسد، شاید نمیدانند که توسعه مصرف و پخش پول در یک جامعه توسعه نیافته نمیتواند توسعه واقعی یعنی جامعه صنعتی مدرن بسازد. مشکل شاه در فهم منطق پیچیده توسعه و روشهای آن بود. در مدت کوتاهی مصرف در ایران چنان بالا رفته بود و سفارش ها به خارج چنان کلان شده بود که کشتی هایی که بار به بندرهای ایران می آوردن به علت نبود زیرساخت های کافی برای تخلیه ماها در بنادر می ماندن و از دولت غرامت های سنگی می گیرند. شما فهم می کنید امروز اگر که یه متخصص درجه یکی به ایران برود می تونه در دستگاه خامنه ای کار رو پیش ببره. خامنه ای که میگن آرتیست های سینما هالیوود میان از آقا راجب سینما ازش میپرسن، دانشمندان فضایی میان از آقا نظر میپرسن. اینقدر اینا رو در گوشی یارو وزوز کرده، یارو هم باور کرده، ولی یه امر مسلمین جهان است.
نمیشه با این یارو دیگه حرف بزنی، نمیپذیره. او آهنگساز بزرگ است، او فیلمساز کبیر است، و همه چیز رو در حد عالی و متعالیش در اختیار داره. آیا چنین آدمی میشه کار کنی؟ مشکل شاه در فهم منطق پیچیده توسعه و روش‌های آن بود. در مدت کوتاهی مصرف در ایران چنان بار رفته و سفارش‌ها به خارج چنان کلان شده که کشتی‌هایی که بار به بندرهای ایران می‌آوردند به علت نبود زیرساخت‌های کافی برای تخلیه ماه‌ها در بنادر می‌ماندند و از دولت غرامت‌های سنگین می‌گرفتند. در نیمه دوم سال با پیدار شدن بحران‌ها یعنی 1356 در سازمان برنامه به همه مدیریت ها از صنعت و کشاورزی تا آب و برق و جز آنها دستور داده بودند که وضع کشور را در هر رشته‌ای گزارش کنند. آلکس مجرمیان این ارزیابی ها را به من سپرد تا نظره کارشناسان را منظم و خلاصه و جمع‌بندی کنند. داده های آنها آینده را تاریک نشان میداد. همین را نوشتم و او برای مجیدی رئیس سازمان برنامه فرست. ولی مجیدی گفته بود که حالا کی میتونه اینا رو بره پیش اعلیحضرت؟ یعنی کسی جرأت نداشت واقعیت ها رو به شاه بگوید. کسی نمیتوانست بالای حرف شاه حرفی بزند، چون خودش رو دارای چنان دانشی میدانست که در برابر بقیه یا جوان نادان بودن یا پیر خرف. او هم مانند همه دیکتاتورها تنها کسی را دور برای خود نگاه میداشت که چاکرانه عوامر ملوکانه را بپذیرند. این درد صد ساله جامعه ایرانه. روزی یکی از مدیران سازمان برنامه بودجه از من دعوت کرد که به مدیریت او روم و کارشناس آن بخش باشم. به طعنه به او گفتم ما که کارشناس نیستیم، همگی کمک کارشناسیم. کارشناس اصلی اعلیحضرت هستند و هرچی ایشان بفرمایند باید انجام دهیم. و او با این گستاخی دیگر آن دعوت را تکرار نکرد. اینها همه در حالی بود که سطح کارشناسی در سازمان برنامه بودجه بالا بود و روی هم رفته سازمان سالمی بود و می توانست مغز توسعه در ایران باشد. اما در نهایت مجموعه سیستم که می بایست بر محور فرمایشات ملوکانه اداره شود چنین اجازه ای نمی داد. برای نمونه پروژه تولید برق از انرژی اتمی را به مدیریت انرژی در سازمان برنامه فرستادند تا در آنجا از نظر صرفه اقتصادی بررسی شود. کارشناسان پس از مطالعه و برآورد هزینه های چنان طرحی گفتند که ایران با این همه منابع نفت و گاز چه نیازی به انرژی اتمی پرخرج دارد. اما شاه به اینجور نظرهای کارشناسان اعتنایی نداشت و به دنبال سوداهای بلند پروازانه خوب. در دهه 1970 با نظر به پیشرفت‌های چشمگیر توسعه در ایران در زمینه‌های گوناگون، شاه از سازمان برنامه بودجه خواست که تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد دعوت کنند تا چشمانداز جهش اقتصادی ایران را ارزیابی کنند. این کاری بود که این تیم تحقیقاتی در ژاپن هم انجام داده بود. ماجرا از این قرار بود که اگر در باب تاریخ آن به خطا نرفته باشند، در نیمه های دهه 50 دانشگاه استنفورد تیمی از کارشناسان، از اقتصاددانان و کارشناسان تکنولوژی تا جامعه شناس و مردم شناس را به ژاپن فرستاد تا با جمع‌آوری داده ها آینده اقتصادی این کشور را پیش بینی کند. پس جمع‌بندی داده ها اعلام شد که ژاپن در آستانه جهش بزرگ اقتصادی است. با توجه به رشد اقتصادی بالای 10% در ایران، شاه دوست داشت که همان تیم استنفورد به ایران بیاید و همان حرفا را درباره آینده ایران بزنند. آنها هم اومدند و بررسی کردند، اما به این نتیجه رسیدند که جهش اقتصادی در ایران به جایی نمی‌رسد. شاه هم عصبانی شد و از سازمان برنامه خواست به مدعای
این تیم پاسخ بدن و سازمان برنامه اگر درست بیاد مانده باشد چنین کاری رو کرد. در همین دوران در راهروهای سازمان برنامه بودجه نمودارهایی به دیوار نصب شده بود که رشد اقتصادی ایران با ژاپن را می‌سنجید. این نمودارها نشان می‌داد که رشد اقتصادی ژاپن در دو سه دهه پس از جنگ جهانی دوم که چشم دنیا را خیره کرده بود تا 1955 رفته رفته افت می‌کند. اما نمودار رشد اقتصادی فزاینده ایران در قیاس با آن نشان می‌داد که به عکس رشد اقتصاد ایران شتاب می‌گیرد و در سال 95 از ژاپن جلو می‌زند. اینها همه سرانجام داستان خواب شتر و پنبه دانه از آب درآمد که شاهد تکرار آن به صورت دیگر در وضع کنونی ایران هستیم. دیدی که اینا هم گفتن ما ژاپن اسلامی می‌شویم. ژاپن اسلامی. سرانجام آنچه رئیس نازنین ما الیس موژلومیان پیشبینی کرده بود رخ داد. پولهای انباشته در کیسه های بازاریان بر اثر رشد اقتصادی نمایان کشور از راه ماشین تبلیغات مذهبی و بسیج توده‌ای از راه مسجدها پا درآوردند و به صورت لشکر مستضعفین به خیابانها آمدند. عبدالمجید مجیدی رئیس وقت سازمان برنامه بودجه در کابینه هویدا در خاطراتش از کنفرانس سالانه اقتصادی در رامسر یاد می‌کند که کارشناسان اقتصادی همین هشدار را در حضور شاه مطرح کردند. او عصبانی شد، جلسه را ترک کرد. سپس مجیدی را احضار کرد و گفت بود که اگر کارشناسان از این حرفا بزنند من در آن سازمان برنامه را گل می‌گیرم. در نشستی برای تهیه برنامه ششم در سازمان برنامه هنگامی که رشد 5% برای کشاورزی مطرح شد شاه دستور داد که این رقم 8% باشد. این نمونه ای بود از اوامر ملوکانه برای توسعه که به نظر کارشناسان به کل بی‌اعتنا بود در نشستی برای تهیه برنامه ششم در سازمان برنامه هنگامی که اما آلکس با آنکه بعد از انقلاب به جرم معاونت سازمان برنامه برکنار بیکار شد ایران را ترک نکرد و 10 سالی می شود که روی در نقاب خاک کشیده. سالیان پیش برای دیدار دخترش که در فرانسه درس می خواد به پاریس آمده بود. او را دیدم. از پیشبینی درخشانش در آن سالها یاد کردم. فروتنانه گفت من از این جور حرفا زیاد زده بودم. یادش به خیر باد. این هم یک موضوع از وضعیت مشابه که ما امروز هم شاهدش هستیم. اما به راستی چرا مردم در ایران به خیابان نمی آیند؟ موضوعی است که میشه راجب شهر زد. بله، یه بیچاره داریوش همایون که میگفت این حمید آقای همایون ننگ فامیل ما، حتی باش مصاحبه نمیکرد. کجاست ببینه با 1 ساعت برنامه دبیر کل سابق و رایزن امروز حزب رو حامله کرد و بالاخره رسمن شد کیفکش این آقا و دیگه در این کنگره کار رو تموم کرد. میره میشینه روی صندلی داریوش همایون بالا و خلاصه حزب رو مصادره کرد. همینطور که سالگشت پادشاهی فقید رو کارنوال کرد. کنگره حزب به کاف جمشید و تور حزب مشروطه ماهستین تبدیل شد. سیروس کنگلو شارلاتان هم با آن سوابق درخشان شد شخصیت سیاسی و به قول شهرام شارلاتان
کنگره سوئد اوت شد. چند دفعه به این حزب سکولار دموکرات گفتین این بی خودیه، برنامه به شما نمیده، گوش نکردن، اینم باید ببینن. بسیار ممنون از همه شما خوبان و نازنینان. بها من فکر کردم که مهمانی در برنامه نیست، خودم یک ساعتی در خدمت شما باشم، بتونم این مطالب رو اینگونه به عرض شما برسانم. به هر حال دو تا مطلب بود، فکر کردم نمیخونی، خودم به جات بخونم، شاید فرجی بشه و گوش کنید و کمک کنه به ما. از اینکه دنبال میکنی از همه شما نازنینان سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان نیز آرزوی بهروزی و بهترین دارم. خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، شبکه های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید و اپلیکیشن میهن رو یادت نره دانلود کن. مسئله مالی دغدغه ماست، اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. از همه مهرت سپاسگزارم. متشکرم. آخر هفته خوبی براتون آرزو دارم. تا یک شنبه و دیدار در مهستان.